سلام بیننده های ارجمند، امروز ما در برنامه داگر به ماهیت دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداریست و همزمان راجع به رزق و روزی صحبت داریم با استاد عبدالعلی نارسوف. خوش آمدید استاد. خب چون می دانیم مفهوم وطنداری واقعا هم از آوان کودکی تا دوران به کمالات رسی از آیله، از باغچه، از مکتب برای هر یک فرد فهمانده می شود. چون امروز فرصت است می خواهیم از نگاه شما دانیم که وطن گفته ما چی را در نظر داریم. وطن در لغت به معنای جای است، به معنای مسکن است، به معنای جایی که انسان در اونجا وجود دارد و قرار دارد. لیکن از نگاه لغت اگر باشد، جایی که انسان تولد شده است، این مفهومی خصوصی وطن است. جایی که انسان تولد شده است اون را وطن میگه. بله. اما در عموم وطن عبارت از مثلا دولت یا مملکت یا اون قلمروی که تابع یک دولت است یا مملکت است وطن گفته میشود. وطن یعنی هم میشود اقامتی میشود و وطن دائمی میشود. کسی که در جای وطن دائمی دارد، در جایی که تولد شده است و خواه دهات باشد، خواه دیگر از اون بزرگتر باشد، خواه در سطح مملکت یا دولت باشد، در اون وطن گفته می شود. این وطن دائمی انسان است. یک مقر یا مستقر، یک مکان آسایش و سکونتی برای انسان که چون اونجا به دنیا آمده است و اونجا مهر و محبت پیدا می کند، از اون دلبستگی دارد و به اون وابستگی دارد. بله. اما وطن اقامتی وطن است که مثلا کسی در جای دیگر با سبب، با کار، با مهاجرت مهنتی، با مثلا سپارش خدمتی رفته یک سال، دو سال، یک چند سال در اونجا میمونند، این وطن میشه، لیکن اقامتی است. تا زمانی که رسالت بردوش دارد، تا زمانی که مثلا سبب رزقش است، کار میکنه، جو رزق به زن و فرزندش میفرستد و غیره، این براش وطن است، وطن اقامتی است، نه وطن دائمی. در عموم وطن جایی است که انسان اونجا به دنیا میآید. و وقتی که انسان از روی طبیعتش، سرشت انسان همین است که در جای به دنیا آمد، چون از ایام شیرینی زندگیش، از طفولت نورسی در همون وطن، در همون باشیشگاه، در همون مسکن اقامت میکند، دو تاز میکند، مهر میبندد یا رفیق پیدا میکند، در این صورت مهر میبندد. یعنی در عاطفه انسان، در احساسات انسان محبت این میشیند، از همین زمینه محبت پیدا میکند. در هر گوشه و کناری که نباشد، در کدام کنج کنار دنیا نباشد، همیشه عاطفه و احساساتش این مجبور میکنه که یاد وطن کند. درست است. خب استاد، چون درباره وطن گفتیم، شما بینید اگر رفت و یک نفر، یک شخصی که در مقابل وطن خب یک به احترامی میکند یا به قولی که در مقابل وطن یک کاری میکند که اون رو میگویند گناه، خب بزرگترین گناه در مقابل وطن و وطنداری از نگاه شما چیست؟ بزرگترین گناه در مقابل وطن و وطنداری خیانت است. چون که وطن، ما میدونیم که مثلا بزرگترین چیز بر دوش انسان امانت است و بزرگترین گناه در مقابل این امانت خیانت امانت است. وطن امانت بر دوش فرد، آیله و جامعه و دولت است و این محبت این در یعنی اعماق قلب انسان، انسان چه بخواهد چه نخواهد، محبت وطن، احساس وطن و وطنداری و دوست داشتن وطن، چون که از گوشه ایمان است، در وجود انسان در طول مراحل عمر زندگی در وجود انسان تشکل می‌یابد و در مقابل عادی ترین رفتار در مقابل وطن و وطنداری خیانت می‌شود و این بزرگترین گناه در پیشگاه پروردگار گناه خیانت به وطنداری است. اگر ما به حیات دل خواه پرنده و چرنده، دل خواه حیوان، دل خواه موجودات زنده نگاه کنیم، با خود چون وطن دارند. این وطن از مسکن که آغاز می شود، مسکن یعنی لانه، یعنی خانه، یعنی باشیشگاه و مستقر، یعنی جایی که انسان در اونجا به دنیا می آید یا جایی تشکیل می کند که به دنیا بیارد طفل را، فرزند را یا نسل را. یا مثلا از نگاه اگر نگاه کنیم، پرنده می آید لانه می سازد. لانه همین پرنده علاقه وطنی پرنده است. برای انسان لانه انسان خانه انسان است و مسئولی سالم نگهداری فضای خانه است. خواه از نگاه مادی، خواه از نگاه معنوی، انسان مسئول است که خانهش رو، یعنی وطنش رو باید سالم نگاه بدارد. درست است. و چنانی که معلوم است، مثلا خانه مملکت خرد است، دولت خرد است، دولت از خانه تشکل می‌یابد، آیله سالم جامعه سالم می‌سازد و جامعه سالم دولت سالم می‌سازد. درست است. پس به حیات فردی،
اویلوی و اجتماعی انسان رب دارد و این امانت هیچ وقت به هیچ صورت زینهاری به زینهار نباید خیانت کرده شود. عادی ترین لفظ، لفظ منفی نسبت به وطن و وطنداری خیانت بزرگ است. اگر از نگاه تعلیمات شریعت گوییم کسی که به وطن خیانت میکند، این در گروه باغی در میدراید، یعنی باغی یعنی معنی سرکش. سرکشی که اگر سری وقت توبه نکرد، بخشش نپرسید و ادامه داد، باید جزای داده شود. چون که با مرور زمان باعث میگردند که همین وطن آباد و آسوده با گروهی توسط اغواگرانی مثلا غرضناک میتواند که از بین برده شود. خیانت به هیچ عنوان بخشیدنی نیست. خواه خیانت فردی باشد، خواه خیانت اویلوی و جامعهی باشد، خواه خیانت دولتی باشد. چرا در مقابل دولت و حکومت، در مقابل وطن خیانت کردن بزرگترین خیانت است؟ چون که خیانت فردی نیست که بخشیدنی باشد. این خیانت اویلوی نیست که باز با بخشش اصلاح شود. این خیانت دولت است، در مقابل دولت و در مقابل وطن خیانت است. این هیچ وقت بخشیده نیست. برای همین که گناه عظیم است، چون که ماهیت وطن عظیم است. وقتی در مقابل مقدسات خیانت می شود، این به هیچ صورت دیگر مثلا بخشیدنی و مثلا اصلاح شونده نیست. چون که فتنه‌گر هدف دارد و تا اون هدف خودش را نایل نگردد، هیچ وقت در هیچ صورت تسلیم نمی شود. هدف فتنه‌گر نیست کردن وطن است و این خیانت است. سلام علیکم. خب استاد، در اینجا در باره امانت و امانتداری گفتین، یعنی گفتین که وطنداری این خود امانتداری است، باید که از وطن همیشه چون گهورک چشم احتیاط کرد و وطن را حفظ نمود. خب مفهوم امانت در اینجا به کدام معنا در آمده است؟ میخواستم راجع به این کمی حرف میزدیم. اگر در خصوص وطن باشد، امین نگاه داشتن وطن. بله، منظور هم وطن داری است. در مقابل مثلا کسی یا چیزی، یک امانت معناش مسئولیت مادی یا مسئولیت معنوی بردوش داشتن. خب مسئولیت مادی که مثلا وطن ماده هست، مرز و بوم است و مثلا دولت و حکومت است، آیله است، فرد است، این نباید خیانت کرده شد. بمانه که امین باید نگاه باشیم، از نگاه زبان، از نگاه جسم و جان، از نگاه قلب باید اینا امین نگاه داریم. چونانی که گهواره که چشم احتیاط میکنیم، وطن رو باید همین خیلی حمایت کنیم، همین خیلی احتیاط کنیم. امانت معناش امین نگاه داشتن، ضرر و آسیب نرساندن، نه به نطق، نه به فعل، نه به کردار و رفتار. برای این پروردگار در خصوص امانت فردی، اویلوی و عمومی امانت داری میگوید: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا امانتکم وانتم تعلمون. شما زینهاری و زینهاری کسانی که به خدا یگانه ایمان دارید، خدا و رسول را خیانت نکنید و در بین خودتان امانتهای خودتان را خیانت نکنید. این امانت از فرد آغاز میگرد تا وطنداری. بزرگترین امانت، امانت وطنداری است. وطن جایی است که انسان باید را ایمین نگاه بدار، اول خودش ایمین باشد. وطن برای چی امانت بزرگ است؟ چون که کفیل رزق است. چون از بالا پروردگار خودش کفیل رزق است، لیکن وطن سبب میشود که آدم رزقش فراوان شود. کفیل امن و آسایش و آسودگی انسان است، هم از نگاه روحی، هم از نگاه روانی و از نگاه مادی. و وطنداری تامین امنیت است، تامین امنیت و تامین عدالت اجتماعی، همه اینا را در بر میگیرد. در آیه دیگر پروردگار میفرماید که و انه لا یهدی کید الخائنین. پروردگار حیله و نیرنگ و فریبکاری خائنان را بخش در خصوص وطن هیچ وقت نمیبخشد، چی در مقابل فرد باشد، چی در مقابل آیله باشد یا جامعه، یا در مقابل وطن باشد. اگر گناه فردی باشد، جزای این گناه هم سبکتر است نسبت به گناهی که در آیله یا جامعه یا وطن می شود. چون که امانت بزرگ است، در مقابل امانت بزرگ خیانت کردن بزرگترین خیانت است. درست است. ما در آغاز برنامه نیز گفتیم دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداری است. خب در این مورد نیز سخن ها زیاد است، ولی می خواهم از نگاه شما بدانیم که از گوشه ایمانداری گفتن یعنی دوست داشتن وطن تا کدام اندازه دلایل علمی دارد؟ دوست داشتن وطن در سرشت انسان است، این خدا آفریده است. بله. نیست در دنیا کسی وطنش را دوست ندارد. چون از حیات پرندگان نگاه کنید، از حیات چرندگان نگاه کنید، از حیات مار و مور و ملخ نگاه کنید، بجای بر می گردد. در کجا میچرد، در کجا زندگی میکند، در طور چیکار میکند، لیکن به وطنش بر میگرد. وطن این همون خانه اش است، لانه اش است، سراخی اش است که ما زندگی میکنه. این وطن خردش است. در اون میدانی که گشت و گذار میکند، در اون میدانی که مثلا حیات اویلوی مثلا براه میماند و نسل میگذارد، این وطن بزرگش است. این
دوست داشتنی وطن در سریش انسان آفریده شده است از جانب پروردگار. پرندگان ببینید چقدر مسافه های دور طی میکنند، پرواز میکنند، رزق و روزی میجویند، باز به وطنش برمیگردد. این در سریش هر یک موجودات زنده محبت وطن هست. پس ببینید از دلیل، اگر از دلیل انسانی گوییم، از تعلیمات مذهبی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که از مکه به مدینه هجرت کرد، وقتی از مکه، از مثلا میدان مکه که بیرون برآمد، گشته طرف مکه نگاه کرد و با مکه در مخاطب قرار گرفت. بله. یعنی مکه رو مخاطب قرار داد، با اون صحبت کرد، گفت ای مکه، به خدا قسم اگر همین اهل تو مرا نمیراندن، اخراج نمیکردن بیرون، من هیچ وقت برآمدنی نبودم. میگد به خدا قسم محبوب ترین بلدی در بین کشورهای دنیا، محبوب ترین جای برای ما هستی. و این خطاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت به چی میکند؟ هیچ انسانی در دنیا نیست که مستقر خودش رو، مکان خودش رو، محل خودش رو که در اونجا مسقط رأس میگویند، یعنی که اولین بار سرش در زمین، از مادر که به دنیا میاد سرش بر زمین میرسد، اینو میگن مسقط رأس. در جایی که سرش به زمین فرود آمده است، یعنی در این خاک مقدس سجده کرده است، چگونه میتونه که اینو دوست ندارد؟ درست است. این محبت از گوشه ایمان است، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که دوست داشته ترین جای در روی زمین ای مکه تو هستی برای من، و خدا قسم اگر از تو خارجم نکنه هیچ وقت نمیبرایم. ببینید در تعلیمات مذهب آمده است، از صحابیا کرام چنین تعلیمات به ما رسیده است که هر کجا یک سفر میکردن، یک مشت خاک وطن رو در همیان در جایی میگرفتن، با خود میبردن. حتی تا جایی که محبت وطن اونا رو جلب میکرد، همین همیان کشاده خاک وطن رو بوی میکشیدند. و یک آثار به یادم آمد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی در مدینه نشسته است، یک کسی تازه از مکه میآید و اینا دیر باز دیگر مکه رو ندیده بودند و شوق به سوی مکه داشتند، و دو صحابی با هم نشسته است، یکی تازه از مکه آمده است و پرسید که مکه چه حال دارد، چگونه است، و این صفت کردن گرفت که درخت ها هست، میوه مثلا نباتات رویدند و مثلا فضا دیگر است و و غیره. گفت صبر کن تا رسول اکرم بیاید. این گپ در پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله بگو، بشنود، خوشحال میشود، خرسند میشود. در یکی از ما نامش اسیل است، در بعض جا اصیل است، صحابی کرام جلال قدر که از مکه تازه آمده بود، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که آمد نشستند، گفت ای رسول خدا، امین تازه از مکه آمده است، وصف کنه شما گوش کنید. وقتی که وصف کرد مکه رو، چون مسقط رأس است، وطن است، محبت است، عشق است، ایمان است، وطنداری بسیار امانت بزرگ است، و یاد وطن کردن آدم رو علکی، انگیزه آدم رو بیدار میکند، شوق آدم بیدار میشود و دیگر احساساتش زنده میشود، کوشش میکند، چون احساس میکند که دو بالی داشته باشد، هر چه زودتر پرواز کند به وطنش برسد. وقتی این صحابی جلال قدر وصف کرد و وصف کرد و وصف کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله به اختیار آب دیدش رفتند و بریش مبارکش پایان فرامد، آب دیدش و گفت بس است، بگذار که قلبم آرام باشد، و به عباره دیگر گفت بگذار که قلب من قرار بگیرد. معنیش از حد زیاد که صفت کردی و وصف کردی، قلب در قفس سینه دل انسان تنگی میکند، شوق پیدا میکند، همون محبت وطن است، شوق پیدا میکند که هر چیز زودتر به سوی وطن برمیگردد، پرواز کند، یک ذره یک ثانیه هم در مثلا در این ملک غریبی نباشد. درست. چون این در مثلا در جای شنیدیم، خود اصلا تماشا کردیم، دیدیم که پیشوای ملت در یک از برآمدها گفت که مثلا در هر کدام گوشه و کنار دنیا، زیباترین گوشه و کنار دنیا نباشم، اگر سه روز زیادی ساده نمیتونم، شوق وطن کوشش میکند که پرتوتا بیام. درست است. این محبت است، این محبت در قلب همه انسان باید باشد. درست. این تعلیمات مذهب است، این سرشت انسان است که انسان باید وطنش را دوست بدارد. زینهار باز زینهار، نه تعلیمات شرعی اجازت میدهد، نه سیاست دولت، نه کسی دیگر، نه سرشت انسان اجازه نمیدهد که نسبت به وطن یکون سخن منفی گفته شود. بله، به شک هستند در جامعه برزمی انمی قدر که مثلا دوست داشتن وطن گفتیم از گوشه ایمان داریست. خب دوست داشتن وطن باید از آیله گفتیم آغاز شد. ولی هستند نفرانی که به قدری قدر ناز و نعمت ها، به قدری مثلا تنجی و آسودگی نرسیده، باز هم به وطن خیش خیانت میکنن، باز هم به این امانت خیانت میکنن. خب که امانت گفتیم در قبیله وطنداری. خب همزمان باید گفت که امروز ها مثلا اکثر دولت هایی هستند که بیشتر میخواهند وطن داشته باشند، استقلال کامل داشته باشند، ولی متاسفانه نه برای همه این میسر میشود، و شکرگزاری از آن است که ما امروز وطن داریم، صاحب استقلال هستیم.